به کی میتونین رأی بدین؟ به نامزد مورد حمایت جامعه مدرسین که همه اعضای فقهای شورای نگهبان ازش حمایت میکنن. آیت الله محمد یزدی همین سه شنبه پیش نظرش رو اعلام کرد. خبرگزاری تسنیم سه شنبه 25 اردیبهشت، آیت الله محمد یزدی در جلسه خارج فقه گفت در نهایت 7 یا 8 نفر از میان کاندیداهای موجود تایید صلاحیت می شوند. حالا ببینین همین در نمیاد. تصمیما برای سرنوشت مملکت چجوری گرفته میشه و چجوری نظر شخصی آقایون سرنوشت مردم رو تعیین میکنه. از این 686 نفری که ثبت نام کردن 12 تاشون زنن. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی از بین رجال سیاسی یه نفر میشه رئیس جمهور. احتمالاً یادتونه که در دهه 70 اواخر دهه 70 بود فکر میکنم که چه بحث داغی بود در محافل سیاسی ایران که این کلمه رجال که در قانون اساسی اومده به معنای یه سری میگفتن به معنای مردان نیست، به معنای آدمای واجد شرایط از نظر سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، مدیریتی و غیره است که ربطی به زن و مرد بودن نداره. تا الان هم عملا این استدلال ها به جایی نرسیده. ولی آقای محمد یزدی عضو عادل شورای نگهبان قانون اساسی تفسیر بیادبانه خودشونو، معذرت میخوام میگم بیادبانه، حالا خودتون میشنوین که چه میگن ایشون، از این ماده قانون اساسی ارائه میدن. خبرگزاری مهر 26 اردیبهشت 92، قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمیدهد. در بین افرادی که حرفای آقای یزدی ها، در بین افرادی که ثبت نام کردن 10 تا 12 خانم حضور دارن. یکی از آنها گفته که اگر من رئیس جمهور شوم نیمی از کابینه هم خانم ها و نیم دیگر آقایان خواهد بود. مسئله معروفی است که کسی میخواست وارد ده شود، اصلا راهش نمیدادن وارد ده شود، اما میگفت خانه کت خدا کجاست. یادتون نره هیچ لحظه ای که این شخص عضو فقهای شورای نگهبانه که به عنوان یک فقیه عادل داره تعیین میکنه کیا میتونن رئیس جمهور مملکت 75 میلیونی بشن. محمد یزدی البته به رغم این لحن و فرهنگی که داره از عالمان این حکومته و حرفا و موازش بیان موازو و دیدگاه های نظام جمهوری اسلامی است. برای مثال اینکه از آیت الله مصباح یزدی هی نقل میکنن که گفته مردم ایران اول مسلمانن بعد ایرانی و برمی آشوبن علیه مصباح خاص که انگار تنها فقیه عالی قدری است در این نظام که چنین حرفی میزنه، اصلا اینطور نیست. اینا همشون نظرشون همینه. محمد یزدی اردیبهشت 90، این عین تعبیر رو دارم میگم، مردم ما مسلمان ایرانی هستند نه ایرانی مسلمان. بعدم توضیح دادم که یعنی قبل از اینکه ایرانی باشن مسلمانن، بعد ایرانی هستن. و وقتی مسلمان هستن اصول اسلامی رو به هیچ قیمت به راحتی از دست نمیدن. شما تصور نکنید که این تجلیل ها، احترام ها به خاطر مثلا خدمات شما، به خاطر پرتلاش بودنتون باشه، به خاطر اسلام، به خاطر قرآن، به خاطر امام، به خاطر رهبری همه اینها. این حرفا رو داره تعریف میکنه که به احمدی نژاد گفته موقعی که اون 10 روز رفته بوده خونه نشسته بوده. کاری نداریم که چجوری برای سفرهای استانی احمدی نژاد از اطراف آدم می آوردن تا جمع بزرگ بشه. تو همین صفحه آخر در این باره گفتیم و یک خبرنگار شاهد در این سفرها رو آوردیم و او گفت در این باره. به هر حال منظورم این است که اون چیزی که آقای یزدی میگه که برای اسلام و ایران تقدم و تأخر میذاره و میگه اول اسلام بعد ایران، یعنی مردم اگه گرسنه هم باشن و اگه بیکار و بیخونه هم باشن بازم از حکومت و امام و رهبر و هر کسی که این گرسنگی و بیخونگی رو براشون به وجود آورده یا فکر میکنن که این حکومتی که براشون به وجود آورده حمایت میکنن. عجب. اینا رو واقعا خدا آقای یزدی هم قبول داره؟ یه چیز رو میشه با قاطعیت گفت، حفظ نظام برای آیت الله یزدی به قول امام خمینی از اوجب واجبات. خود یزدی اعلامیهش رو براتون خوندم سال 88، خودش از احمدی نژاد در برابر رفسنجانی حمایت میکنه. بعد خودش سال 90، 2 سال بعد که احمدی نژاد سر چگونگی تسلط بر وزارت اطلاعات با رقباش در افتاد و 10 روزی عرض کردم خانه نشین شد به اصطلاح، ببینید درباره احمدی نژاد چی میگه. اردیبهشت 90، قم، خانه نشینی احمدی نژاد. این یک برنامه است. هدف اصلی از این برنامه مسئله انتخابات آینده کشوره. عالی ترین ابزاری که در دست اینها هست وزارت اطلاعاته.
با وزارت اطلاعات برای پرونده درست کردن در موافقت و مخالفت برای کسانی که نمونه هایی هم داریم که رفتن باشون صحبت کردن که شما اگر حاضر باشید با ما بیایید چنین چنان ما مثلا کمکت میکنیم چه میکنیم، این قبیل حرف ها هم با بعضی ها قبلا زدن و گفتن، دنبال مسئله انتخابات آینده کشور هستن و حقیقت اینه که اینا میخوان در دور آینده در کشور تو قدرت حضور داشته باشن و تفکری که خودشون دارن به نوع این تفکر رو پیاده کنن و از امروز شروع کردن و خوشبختانه مقام معظم رهبری به قول بعضی ها نقطه اصلی رو پیدا کردن، برای نقطه اصلی دست گذاشتن، ابزار اصلی رو دستشون گرفتن، چون اون معاونی که آقای وزیر اطلاعات کنارش گذاشت از دوستان مشایی بوده، آقای عبداللهی نمیدونم اگر بعضی شنید، از دوستان مشایی بوده. علت ناراحتی آقای احمد نژاد هم بیشتر همین مسئله بوده که چرا مثلا این آقا رو برداشتی. میخواد یه کسانی در اختیار خودش باشن و اطلاعات در اختیار خودشون باشه، در اختیار باندشون، در اختیار گروهشون. محمد یزدی فقط درباره مشایی و احمد نژاد اصولا این جمع نظر نمیده اینجوری، همینجا تکلیفش رو با محمد خاتمی و اصلاح طلبان به طور کلی اعلام میکنه. ببینین، عضو فقهای شورای نگهبان عادل، دوباره گرفتار شده با همون حرفایی که حالا در دولت آقای خاتمی کم و بیش دولت اینا بدتر از اونها، اگر این باند بیان بدتر از اینها خواهند بود، به دلیل حرفایی که آدم از مشایی و از دیگران که دو باندشون هستن شنیدیم. این شخص میخواد مشایی رو از یه طرف و نامزدهای اصلاح طلب از طرف دیگه صلاحیتشون ارزیابی کنه و ارزیابی که کرده. این دروغ، این فریب، این که آدم بیاد بگه که من تازه میخوام ارزیابی کنم، در این حال تو روز روشن سالها این ارزیابیشو کرده و نظرشو ارائه داده، این چه داوریه؟ مشکل آقای یزدی یا به قول ایشون باند احمدی نژاد و مشایی مشکل قدرته، وگرنه در اعتقادات هیچ مشکلی ندارن، حتی در جزئیات، یعنی همشون آخر زمانی هن. همین اخیراً محمد یزدی حرفایی زد که پیشتر عینش رو از احمدی نژاد شنیده بودیم بارها. شهریور 92 اجلاس سراسری مدیران مهدی‌های کشور، در سال 88 امام زمان از رهبری حمایت کرد. آیت الله محمد یزدی که رئیس هیئت امنای مهدیه تهران هم هست، برای اینکه بگه اطاعت از رهبر، اطاعت از امام زمانه، و خب تو اون انتخابات هم امام زمان از رهبر حمایت کرد، پس بنابراین شما باید از همون حرفی که اون میزنه حمایت بکنید، یعنی طرفدار احمدی نژاد باشون، حرفی که اون موقع میزنن، اول میره زمینه سازی میکنه برای اینکه بعد برسه به اونجا که چرا امام زمان میشود امکان پذیر است که بیاد و از رهبر حمایت کنه. چه میگه؟ عین صحبت آیت الله محمد یزدی رو خدمتتون میخونم. امام زمان در مقطعی از زمان که شیخ مفید در یکی از فتواهای خود اشتباه کرده بود، فتوای وی را تصحیح کرد و مدتی بعد که وی متوجه این موضوع شد، تصمیم گرفت که دیگر فتوا ندهد، یعنی شیخ مفید. در این هنگام وقتی اون تصمیم گرفت فتوا نده، امام زمان به وی فرمود شما به وظیفه خود عمل کنید و هر کجا لازم باشد من اشتباهات را رفع میکنم. امام زمان موقع غایبه ها. بنابراین امامت امام زمان متعلق به تمام عصرهاست و ایشان در عصر کنونی و در زمان غیبت کبرا نیز به وظیفه خود در قبال مسلمانان عمل می کند و هر کجا که لازم باشد نواب خود را هدایت می کند، یعنی نایبش را هدایت می کند. بنابراین اطاعت از ولی فقیه تکلیف شرعی افراد مختلف در زمان غیبت است و امام زمان نیز خود بر این شرایط ناظر است. این حرفای کلی برای چی زده میشه؟ چون آیت الله یزدی منصوب این ولی فقیهه و با امر اوست که داره برای اون این مملکت رئیس و وکیل تعیین میکنه و بر مقدرات مردم حاکم میشه و این تلاش برای سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم همیشه بوده. همین موضوع که آقای یزدی گفت امام زمان کتباً اشتباه های شیخ مفید رو تصحیح میکرده، شیخ مفید 413 هجری میمیره در سن 75 سالگی. طبق باور شیعه 12 امامی، امام زمان در سال 256 در سامرای عراق به دنیا میاد و در 5 سالگی بعد از درگذشت امام 11 هم امام میشه و غیب میشه تا 70 سال بعد و از اون موقع غیبت کبرا شروع میشه که تا حالا ادامه داره. یعنی از سال 326 هجری که امام زمان متولد شده است
و بعد 70 سال بعد شیخ مفید کی به دنیا میاد؟ 10 سال بعد، سال 336 هجری. امام زمان موقعی که شیخ مفید زنده بوده غایب بوده و از غیب برای شیخ مفید نامه می نوشته و اشتباهاشو تصحیح می کرده. مهم هم نیست اون موقع امام زمان چند سالش بوده. این داستان آقای یزدی درباره اصلاح اشتباه شیخ مفید توسط امام زمان مال شیخ طبرسی است، قرن 5 و 6 هجری، یه نیم قرنی بعد از شیخ مفید، در کتاب احتجاج که میگه امام زمان در زمان غیبت نامه های زیادی برای شیخ مفید فرستادن، تاریخ دقیق هم میگه. مثلا میگه در تاریخ 5 شنبه 23 ذی‌الحجه سال 412 نامه دیگری از امام زمان به او رسید، یعنی به شیخ مفید. متن نامه را نقل میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر تو باد ای یاری کننده حق، ای دعوت کننده به سوی او با کلمه صدق و راستی، ای فلان ای بهمان. این داستان ها میشود ملاک فقیه شورای نگهبان که بگه امام زمان امروز هم با ولی فقیه همین معامله رو میکنه و اطاعت ازش بنابراین واجبه. و با این علم که واقعا نمیدونم اینا اعتقادش علم یا حق بازیه، سرنوشت مردم رو با ترسیم نقشه انتخابات، یعنی تایید نامزدهای مورد نظر رهبری که تبعیت از او تبعیت از امام زمان تعیین میکنه. البته از این نامه های امام زمان همچنان نوشته میشود و برای این اون فرستاده میشه تا امروز. برای نمونه نگاه کنین، این متن نامه است که میگن امام زمان نوشته برای پدر شیخ صدوق ابن بابوی که با امام زمان مکاتبه داشته. حالا در بخش بعدی صفحه آخر امشب به این موضوع خواهیم پرداخت.